سلام دوستان، امروز میخوام هفت چاکرا یا همان مراکز اصلی انرژی بدن را به شما دوستان عزیز معرفی کنم. این مراکز انرژی در بدن هر شخصی وجود دارند. دانشمندان و پژوهشگران ثابت کردند که دور تا دور بدن انسان را حاله های از انرژی فرا گرفته است که با دستگاه های مخصوص قابل دیدن و اندازه‌گیری هستند. این حاله انرژی از مراکز اصلی انرژی در بدن یا همان چاکراها تغذیه می کنند و همچنین دانشمندان گزارش دادند که توسط اندازه‌گیری این انرژی ها می توان پیش بینی کرد که انسان در آینده دچار چه بیماری خواهد شد و از این طریق می توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد. انسان با برقراری هارمونی بین این چاکراها احساس سلامتی، شادابی و قدرت در زندگی می کند و با فعال بودن این مراکز انرژی آرامش و امنیت خاصی در چهره انسان دیده می شود و هارمونی خاصی در زندگی انسان شکل می گیرد. برای اینکه با این مراکز انرژی بیشتر آشنا بشوید، شروع به معرفی تک تک این مراکز انرژی می کنم. نام چاکرای اول مولادهارا است که اسم دیگر آن چاکرای ریشه می باشد. این چاکرا در نشیمنگاه انسان قرار دارد و با رنگ قرمز شناخته می شود. این چاکرا برای شهامت و قدرت است. اشخاصی که با شهامت و قدرت هستند، این قسمت از چاکرای آنها فعال است. این چاکرا توسط ترس مسدود می شود. چاکرای دوم نامش شوادهیستانا است. این چاکرا در ناحیه زیر ناف انسان قرار دارد و برای مسائل جنسی و عواطف و احساسات انسان فعال است. این چاکرا به رنگ نارنجی شناخته می شود و با فعال بودنش انسان دارای احساسی زیبا و خوشایند در زندگی می باشد. این چاکرا توسط احساس گناه و عذاب وجدان غیر فعال و مسدود می شود. نام چاکرای سوم مانی پورا است که در ناحیه بالای ناف انسان قرار دارد. نام دیگر این چاکرا چاکرای خورشیدی است. این چاکرا به رنگ زرد شناخته می شود و برای اراده و اهدافمان است. اشخاصی که با اراده و هدف زندگی می کنند، این قسمت چاکرای آنها فعال است. چاکرای مانیپورا توسط احساس شرم و خجالت غیر فعال و مسدود می شود. به این دلیل گفته می شود که افرادی که خجالتی هستند در این قسمت دارای چاکرای غیر فعالی می باشند. چاکرای چهارم نامش آناهاتا است که در ناحیه سینه انسان قرار دارد. نام دیگر این چاکرا چاکرای قلب است و به رنگ سبز شناخته می شود. این چاکرا برای عشق و محبت است. انسانهایی که با محبت هستند و به دیگران عشق می ورزند، چاکرای قلب آنها فعال است. این چاکرا توسط غم و غصه مداوم غیر فعال و مسدود می شود. چاکرای پنجم نامش ویشودها است که در ناحیه گردن قرار دارد و نام دیگر این چاکرا چاکرای گردن است و به رنگ آبی روشن شناخته می شود. این چاکرا برای حقیقت گویی و روابط اجتماعی انسان است. انسانهای راستگو با روابط اجتماعی بالا دارای چاکرای گردن فعالی هستند. این چاکرا توسط دروغ و منزوی بودن غیر فعال و مسدود می شود. چاکرای ششم نامش آجنا است که در ناحیه پیشانی میان دو ابرو قرار دارد. نام دیگر این چاکرا چاکرای چشم سوم است که به رنگ آبی تیره شناخته می شود. این چاکرا برای خرد و دانایی انسان است که توسط حسادت غیر فعال و مسدود می شود. نام چاکرای هفتم ساهاسرارا است که در ناحیه بالای سر انسان قرار دارد. نام دیگر این چاکرا چاکرای تاج است که به رنگ بنفش شناخته می شود. این چاکرا برای یکی شدن با کائنات و دنیای آسمانی است. ترس ها و دلبستگی های زمینی باعث غیر فعال شدن و مسدود شدن این چاکرا می شود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندهید، عضو کانال ما شوید و تا ویدیوی بعد، بدرود.